أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ببشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. سوره مبارکه یونس در مکه نازل شد، زیرا محتوای اصلی این سوره نازل با اصول دین است، توحید است و نبوت است و معاد. مشکل اساسی مردم مکه هم همین اصول دین بود. فروع دین در صور مدنی تدوین می شود، چه اینکه مسئله جهاد و حکومت و امثال اینها در مدینه ترسیم شده است. چون این سوره مشتمل بر مسائل اعتقادی و اصول دین است و فروع دین را در بر ندارد، به مشکلات مردم مکه می پردازد که بالاخره به مشکلات مردم اون روز در مسائل اعتقادی پردازد، معلوم شد در مکه نازل شد. یک و از این جهت که آیات این سوره منسجم است، گسیخته نیست، معلوم شد که با هم نازل شده است. دو یا سه آیه است که در این سوره مبارکه یونس گفتن در مدینه نازل شد، ولی قالب این آیات هم سبقه مکی بودن اونا محفوظ است، هم جنبه انتجام اونها معلوم شد، هم در مکه نازل شده هم با هم نازل شد. مطلب دیگر سخن است که مرحوم امین الاسلام رضوان الله در قالب این موارد دارد. مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجموع بیان در تلیعه سوره یونس می فرماید به این که چون پایان سوره مبارکه توبه به توحید و همچنین جریان نبوت ختم شد، آغاز این سوره هم به توحید و نبوت شروع می شود. تلاش مرحوم امین الاسلام در قالب این سوره بالاخره باید به جای مرتبط باشد. ایشون در تنظیم سوره اصراری دارند که پایان هر سوره قبلی را با آغاز سوره بعدی مرتبط بکنند، با این که برای ایشون گوشن است که این قرآن تدوینی که الان ما در خدمت او هستیم، یعنی بشریت در خدمت اوست، برابر با نزول تنظیم نشده است، زیرا سوره‌ای که در مکه نازل شده است در آخر قرآن قرار گرفت و سواری که در مدینه نازل شده است در اوائل قرآن قرار دارد. این طور نیست که این 114 سورهی که به این روال تنظیم شده است همین جور نازل شده باشد. اگر چون چه ترتیب تدوین مطابق با نزول نیست، این چه اصراریست که ایشون دارن که پایان هر سوره را با آغاز سوره بعدی مرتبط بکنند، که بفرمان چون پایان سوره قبل در این مطلب بود، ابتدای سوره بعد هم در همین مطلب است. شاید نظر مرحوم امین الاسلام طبرسی رضوان الله علیه این باشد که قرآن در اون نزول دفعی همین جوری نازل شده است که الان ترتیب شده است در اون نزول جمعی و دفعی. این یک نکته.
دومی که بالاخره ترکیب قرآن به این وضع دستور شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، چون ذات مقدس اون حضرت دستور دادن که مثلا سوره فاتحه کتاب اول باشد، سوره مبارکه بقره دوم باشد، آل عمران سوم باشد، نساء چهارم باشد و همچنین این ترتیبی که از وجود مبارکون حضرت رسیده است لابد روی یک نسل علمی است. روی این دو جهت یا جهات دیگر مرحوم امیر اسلام سعی دارند که این صور را هم با هم مرتبط بدانند، یعنی پایان هر سوره را مناسب با آغاز سوره بعد بدانند. می فرمان چون در پایان سوره مبارکه توبه از رسالت و توحید سخن به میان آمده، مخصوصا از رسالت که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریصا علیکم بالمؤمنین رءوف رحیم، لذا در آغاز سوره بعد هم اکان بالناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم آمده. این هم بیمان مطلبی دیگر است که این سوره مبارکه یونس با چند سوره ای که بعدا خواهد آمد، نظیر سوره هود، نظیر سوره یوسف، نظیر سوره رد، نظیر سوره ابراهیم، نظیر سوره هج، همه اینها با الف لام را و اینها شروع میشه. و بعد از این حروف مقطع هم از عظمت وحی و عظمت کتاب و وصف کتاب الهی به اتقان و وصف کتاب الهی به حکمت که این کتاب حکیم است، یعنی استقر از فیه الحکمه شروع میشه. سیدان استاد ازوان بعد بر این مبنا هستند که همانطوری که آیات قرآن را باید با یکدیگر تفسیر کرد، این حروف مقطع را هم باید با یکدیگر تفسیر کرد، همونطوری که آیات یه فصل رو بعضها بعضا، این حروف مقطع هم جز آیات قرآن هم، اینها هم یه فصل رو بعضها بعضها بعضا. و نظر شریفشون این است که ما مثلا به عنوان نمونه این حروف مقطع به چند قسم تقسیم می شود. حالا مثال و نمونه شما ذکر میکنیم، بعضی ها با الف لام میم شروع می شود، الف لام میم، بعضی ها هم با صاد، هم صاد بر قرآن ذی الذکر. پس ما یه سوره داریم که حرف مقدش صاد است، صاد بر قرآن ذی الذکر. سوری هم داریم که حرف مقدش الف لام میم است، و سوره داریم مثل سوره اعراف که حرف مقدش الف لام میم صاد است. ایشون می فرمان به این که ما وقتی اون سوره هایی که حرف مقطعشون الف لامیم است اونا رو بررسی می کنیم و اصارش رو فیش برداری می کنیم، جمع بندی می کنیم، اینجا می نویسیم، با سوره مبارکه صاد را که اصارش رو فیش برداری کنیم، جمع بندی کنیم، اینجا بنویسیم، می بینیم که اصاره سوره صاد به علاوه اصاره سوره الف لام میم مساویست با اصاره سوره الف لام میم صاد. این معلوم می شود که این حروف مقطع حالا یا رمز است یا کلید است یا تابلوی راه نماست او ماش اتفسن نه، بی ارتباط با محتوای اون سوره نیست، برای اینکه سوره الف لام میم صاد یعنی سوره اعراف مجموع مطالب سوره الف لام میم و سوره صاد را به همراه دارد. این بعد به سایر وجود در همون جلد اول تفسیر تسنیم آمده. اونجا حالا همونطوری که آیات قرآن یجزی مجد شمس و القمر، این حروف مقدم همینطور است. حالا ممکن است مطالب جدید در همزاد اقدسی را در اذهان بندگان صاحب خود تجلی بدهد و افاضه کند که تا مسئله مطلب تازه روشن می شود. ولی اجمالا
از این که این الف لام را در همین سوره مبارکه یونس هست، در هود هست، در یوسف هست، در رعد هست، در ابراهیم هست، در هجر هست، در فصلت هست، در زخرف هست، که قالب این سور با وحی الهی کار دارن، تبیین وحی، عظمت وحی، حکمت وحی، که وحی قول فصل است، بر کی نازل می شود، کی وحی رو می آورد، برای کی نازل می شود، مسئول از تحریف می موند. این مطالبی که مربوط به وحی است در این گونه از سور هست و با این حروف مقطع هم شروع می شود. گرچه این سوره مبارکه یونس مربوط به اصول دین است، حالا انشاءالله وقتی به پایان سوره رسیدیم در اون جنبندی نهایی نظیر سوره مبارکه توبه که چند روز در جنبندی نهایی این سوره سخن گفته شد، اینجا هم همینطور است. الان نمی شود در باره جنبندی و اساره این سوره سخن گفت، مگر اینکه کل این سوره تبیین بشه، اون وقت خلاصه برداری بشه که این سوره چی بخواد، اون فتح السله چی هست، چون یک جا بالاخره که نازل شد، اون هم که یک جا نازل شد نشدن هم جنبندی دارن، اما اینا جنبندیشون آسان تر است. این بخواد که خدا مربوط به پایانش، پایان سوره مبارکه یونس است. و نام گذاری این سوره هم به یونس مستحضر غالب این تصمیه ها علیه به قلبه است، لذا تفسیر هایی که مال مثلا 11 قرن قبل است، 12 قرن قبل است، اونها نمیگن که سوره یونس، میگن فی تفسیر سوره التي یذکر فیها یونس، نمیگن سوره الانعام مثلا، میگن که سوره التي یذکر فیها الانعام. تفسیرهای شیعه یا سنی اونه که مال قبل از هزار سال است اینطور است، فی تفسیر سوره التي یذکر فیها البقره، کم کم با اون با تخفیف و علام الغلبه شده سوره البقره. اینها تو روایات هم گاهی به همین عنوان است، البته بعضی از سور نام خاص خودشی دارد، مثل سوره فاتحه کتاب، سوره یاسین، سوره الرحمن، اینا نام خاص خودش دارد، لا صلات الا و فاتحه کتاب، اینا نام های سیدوان خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود دمانندون. وگرنه این چیه نیست که حالا بیش دماره پیغمبر صلی الله علیه وسلم این سوره را مثلا به نام سوره نعمل گذاشته باشد یا سوره بقره گذاشته باشد، با این همه معارفی که در اون سوره نعمل است و سوره بقره است. اینها این برای اینکه داستان شگفت‌انگیزی بود یا مثلا یک بار بود و علم بالغلبه بود، کم کم برای تخفیف گفتن سوره البقره. شاهدشون همین تفسیرهای موجود شیعه و سنی است، هم تفسیری که مرحوم سید رضی رضوان الله علیه دارد مجازات قرآن، خب او دیگه ندارد که مثلا مجازاتی که در سوره بقره است، من به سوره التي یذکر فیها البقره یا فی صورت التي یذکر فیها الانعام. در تفاسیر اهل سنت هم همین طور است. سیدن استاد رضوان لازم تمام به این که ما حالا نامگذاری رو کار نداریم، اگر خواستیم این سوره رو معرفی بکنیم می توانیم این سوره رو به عنوان داوری بین پیغمبر و امت معرفی بکنیم، برای اینکه این وحی رو معنا میکنه، کی وحی رو میاره، کی وحی رو میگیره، وحی چجور میاد، جلوی همه اعتراض راست رو میگیره. هیچ کس میتواند بگه این دیگه افیون افسون است، هیچ کس میتواند به تاریخ مصرفش گذاشته، هیچ کس میتواند بگوید که این مال دوره گذاشته بود از یه حرفا، و این محکم است. وقتی حکیم شد یعنی استقر رد که این حکمه، و چون استقر رد که این حکمه برای همیشه هم هست. اگر یک کتابی را خدا بگوید حکیم است، دیگه معلوم نداره که دیگه تاریخ مصدرش گذاشته باشد یا معاذل افیون باشد. و خیلی هم همین حرفی می زدن بزرگ بارج پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم این براهیم اقامه شد رسیده آیات الهی و داوری نهایی بین پیغمبر و امت را ذات اقدس الهی در این کتاب تبیین کرده است. بزرگ پیغمبر استان تماد که اگر ما خواستیم این سوره رو معرفی بکنیم، در حقیقت می توانیم بگم این داوری بین پیغمبر و امت است در وحی شناسی. اون وقت وحی هم دو سخن دارد، یکی دعوا دارد، یکی دعوت.
دعواش اینه که من کلام خدا هستم، این کسی که آورده پیغمبر خدا هست و معجزه است و ماننده. این دعوای او به ادعای او، دعوت او دارد به توحید دعوت بکند، به اسماء حسنا الهی دعوت بکند، به مبدأ ربوبیت تعبیر بکند، به الهیات دعوت بکند از یک سو، به معاد دعوت بکند از بهشت و جهنم و مواقف قیامت و سایر مسائل مربوط به قیامت از سوی دیگر، و به راه سعادتی که انسان را در قیامت سعادتمند میکند رسید سرسته بود. پس یه دعوتی دارد و یه دعوایی. دعوای او این که وحی است و گیرنده پیغمبر است و امثال دارد. سحر نیست، شعبده نیست، تلس نیست، جادو نیست، ماننده. آورنده ساحر نیست، مشعبد نیست، مشعوذ نیست، کاهن نیست، قائف نیست، از توی دیگر. این دعوا. دعوتشان فی ما یرجو الى المبدع و المعاد و سعاده و صراط مستقیم ماننده. فرمود اونایی که در برابر دعوای پیغمبر و در برابر دعوت پیغمبر استادن، این سوره داوری میکرد بینشون. لذا در پایان همین سوره مبارکه یونس میفرماید این که آیه 108 و 109 همین سوره مبارکه یونس که بخش پایانی این سوره است. قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم. حالا که روشن شد با این براهی این حق است، فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انا علیکم بوکیل. من رسول و وکیل شما که نیستم که بیام از شما را حمایت بکنم، دفاع بکنم. خدا ذات اقدس را پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود و اتبع ما یوحا الیک و اصبر. بردبار باش. بالاخره ما یه چند روزی به اینها مهلت میدیم، اینطور نیست که همیشه میدان میدان اینها باشد که. واصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. نه یحکم الله در قیامت، قیامت که خب بساط تا قیامت بالاخره مردم پس چیکار بکنن؟ و اون نفع ما خود دنیا برای اینا روشن میکنیم که چی حساب حساب حق با چیه. اینطور نیست که ما همیشه به اینا میدون بیدیم، اینطور نیست. به این شهادت ها سیدن استاد فرمود که اگر ما خواستیم این سوره رو معرفی بکنیم، نه نامگذاری بکنیم. نامگذاری حالا هم نامی که در روایات آمده همون طبع است. علی بالغلبش همینی که میگن سوره یونس. اما بخواییم معرفی بکنیم که یعنی محور اصلی لبه تیزش چیه، این داوری بین پیغمبر و امت است. اگر کسی این براهین را نپذیرفت و دهنکجی کرد، همون تو صابر باش، ما بساط این را جمع میکنیم. و تبع ما یوها الیک و اصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. خب این هم یه بیان مربوط به این سوره مبارک. بعد تبود به این که الف لام را تلک آیات کتاب حکیم. ذات اقدس را از قرآن خیلی با تجلیل و عظمت یاد می کند، هم در نحوه تعبیر، هم اوصافی که ذکر می کند، هم انظر آثار هنری. چون چند جور انسان می تواند از یکی تجلیل بکند. یه وقت از وصف ذکر می کند، مثلا شهید والا مقام. وقت گفت شهید والا مقام، این وصف تجلیل برای او. یه وقتی وصف ذکر نمی کند ولی اشاره که می کند، اشاره به اسم اون شهید، در حالی که جنازه مطهرش همینجاست. نمیگه این، میگه اون شهید. پس اینکه ما از کسی بخوام تجلیل بکنیم، میگیم اون جناب چنین گفته است، اون حضرت چنین فرموده است. مثل زال شد کتابو داره ایتی تلکه آیات کتاب رکی. اشاره به بود، این راجع بود منزلت است نه منزل، بود مکانت است نه مکان. این دو قسم. قسم سوم آثار هنری قرآنه که الان این آثار هنری تقریبا برکت انقلاب روشن شده. شما ببینید وقتی کسی در یه تابلو بنویسه، یک کلمه را درشت‌تر می‌نویسه یا با خط قرمز می‌نویسه. این که مثلا نام شهید را با خط سرخ می‌نویسن یا مثلا درشت‌تر می‌نویسن،
خودش تجلیلیه، اینکه وقتی که ذکر نشدن که نگفتن اون شهید که، نگفتن شهید والا مقام که، ولی او رو با خط قرمز نوشتن. تو بحثای عربی اینجوره گاهی. ببینید قرآن وقتی که یک چیزی رو میخواد به او بهای بیشتری بده تجلیل بکنه، قبلش یه آهنگ، بعدش همون آهنگ، این وسط این عوض شده دفعتا. در برابر باره نماز مثلا 5-6 بست هست تو همون آیه که مربوطه به نمازه، همه شو مرفوعه و المؤمنون المؤتون الزکات و فلان، اما نسبت به نماز که رسید المقیمینه. خب این یه جای توقفی که چیزی همه مرفوع نگی شده منصوب. این تجلیل هنری قرآن است از این مطلبی. وقت نیم برد اما اعراب عوض میکنه. این که نوشته نیست که حالا با خط قرمز بنویسن یا با خط مشکی، ولی اعراب عوض میکنه. این که اعراب عوض میکنه خواننده رو متوقف میکنه که این چیه، چرا اینجور شده. این معلوم شده که یکی از نکاتی که مثلا این با قبل و بعد فرق کرده و این که نماز عمود دینه. اینجور قرآن تجلیل میکند از چیزی یا از شخصی که بخواهد تعظیم بکنه. در باره وحی هم همینجور، گاهی فهمد این حکیمه، گاهی فهمد قول فصله، گاهی فهمد لیسه به حضله، گاهی فهمد لاروی فیه، گاهی فهمد لایعتی الباطل هم، گاهی با اشارات تجلیل میکنه. تلکه آیات و کتاب زالشل کتاب این در. پس اینجا از آجاهاستی جمع شده بین وحی و اشاره، هم قبلش تجلیل کرده از راه اشاره تلکه آیات و کتاب، با اینکه همین آیاتی که ما هم در خدمت او هستیم و وقت حکمت هم به کتاب داده است، یعنی کتابی که استقر رفیه الحکمه. و اگر استقر رفیه الحکمه پس یه تاریخ مصدفش بکتره و معاذالله اقدیم باشه و افسانه باشه و اینا نفهم بشه، حضر و بشه مال دوران جاهلیت و امثال دارک اینا نفهم. تلکه آیات و کتاب الحکیم. بعد میتوند شگفتی شما چیه؟ شما از اگه پیغمبر نمی آمد جای تعجب بود، و اگر پیغمبر بشر نبود جای تعجب بود. شما رو تعجب بودیم چیه؟ اگه دین نبود تعجب بود. شما تعجب بودید که دین آمده؟ اکان به ناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. اگر ذات اقدس اله معاذ الله بشر رو رها کرده بود جای تعجب بود. یعنی خدای سبحان که برای گیاه این همه تدبیر کرده، برای زنبور عسل اون همه تدبیر کرده، این انسان رو که از همه اینا برتر اینا رها کرده. ایحسب الناس ان یترك سدا سدا یعنی یاده. اگر جامعه بشری بی رهبر بود، بی وحی بود، جای تعجب بود. این تعجب نداره که دین آمده که این یکی. و اگر آورنده دین فرشته بود جای تعجب بود. حالا اگر یه فرشته ای میگفت من پیغمبر خدا هستم، مردم نه او رو میبینن، نه حرف او رو میشنون، نه او میتواند حجت باشه، نه میتواند اسطوره و الگو باشه، خب مردم الگو میخوان. این لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی دین اینه، من دارم عمل میکنم، به دنبال من بیایید، منم مثل شما یاکلوا و یمشی فی الاسواق. منتها یوها الی انما الهکم الله واحد. پس اگر دین نباشه تعجب است، نه دین باشه. و اگر آورنده دین بشر نباشه تعجب است. خب اگه بشر نباشه چه حجتیست برای مردم، چه اصلیست برای مردم، چه ارتباطی بین او و بین مردم هست. اگر بگید برای همه باشه، این دیگه نمیشه. این یک راه دیگری داره. شما بس درباره اصل بشریت اشکال نکنید، درباره اصل دین اشکال نکنید، درباره خصوصیات در هر جور بخواد سوال بکنید ما جواب میدیم. قرآن شریف هم اوناش تعجب ندارن،
آمدن دین تعجب ندارد، نیامدنش تعجبه. از این که آورنده دین انسان است تعجب نیست، اگر آورنده دین جن یا فرشته بود جای تعجب بود. حالا این منسبت سوال محوری، بعد این سوال محوری معقوله، ما هم جوابش میدیم. یکی که حالا که بشره چرا او جواب داره، یکی که حالا که بشره چیجور میگیره، بشر چیزی با ماورای طبیعت ارتباط دارد که وحی بگیره، کلام خدا رو بشنوه، چرا نصیب دیگران نمیشه؟ این دو سه سوال بعضی ها شبیه همان ولی تفاوت جوهری که جمله دارن، اینا رو قرآن میگه پس از دیگری مطرح میکنه به پاسخ. فرمود به این که اما اگر شما گفتید چرا او میگه پس کی باشه، به پیشنهاد بدید دیگه. اگر بگید اون رجال سرمایدار معروف طائف و مکه وجود باشن، شما خیال بکنید اصول ارزشی معارف الهی هم نظیر اصول ارزشی جاهلیت هست، نه اینجور نیست. این دستور مبارکه زخرف آیه 31 این سؤال رو نقل کرده جواب در سوره زخرف آیه 31 فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. حالا یه بچه یتیمی تو مکه پیدا شد، این برای ما شده رهبر. خب یا فلون سرمایدار معروف طائف یا فلون سرمایدار معروف مکه یا فلون اینا باید پیغمبر بشن، چون تو نظام ارزشی تکاثر همینه. دین میگه من به شما کوثر رو بردم، شما دنبال تکاثر میگردید، دنبال چی میگردید؟ خب او با غارتگری سلسله بون جمع کرده، این شریف نشد. عین تکاثر من الکوثر کل این اون خطبه نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مکه در جریان فتح مکه، همون با کلی نظام عوض شد. ان الله سبحانه و تعالی اذهب بالاسلام نخوت الجاهلیه تفاخر بالآبا، فرمود همین رو برداشت، تفاخر به چیز دیگر، اون نخوت ها و تفاخر اینا رو برداشت دیگر. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بعد فرمود خب اگر این هم نظیر مالش ما به هر کسی بدی، اهم یقسمون رحمت ربه نحن وقسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربه خیر مما یجمعون. بعد تفاوت دیگه شما چی دعوت میده؟ این طلا و نقره که شما میبینید که شما اونقدر بیارزشه، ما برای حفظ دین مردم بیده نمیدیم، وگرنه اگر ما سطح دین مردم و درک مردم بالا بود به کفار اینقدر میدادیم که اینا به جای تیره آهن در سقفشون تیره طلا بذارن. بالاخره سقف تیر میخواد که نمیخواد، اون عهد کهن چوب بود یا چیزا دیگه بود، الان تیره آهن هست چرمون. و لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. بالاخره اینا نردبان میخوان یا نه؟ ما نردبان از طلا بنا میدادیم، نردبان از نقره بنا میدادیم، تا معلوم بشه که پیش ما طلا و نقره مثل این زغال سنگ سنگه. این آیات وجود وارث است امیر و پرورون، وقتی وجود بارک هستنی بعد از استقرار حکومت چیزی آمده چیزی رو ایرو مرحوم علیستو به هم نقل کرده، ظاهرم تو الغارات و دیگران نقل کرده، کسی آمده گفتن مغروز هم بالاخره و حضرت تشخیص داد که باید به او کمک کرد در یه موردی، به مأمور مستقلات منتیش فقط اعطیهی الفا 1000 واحد به او بده که مشکلات دین او تأمین بشه. این کسی که مأمور مستقلات مال حضرت بالاخره حسابدار و ارباب جمعی حضرت بود، عرض کرد که
الف من دینار او درهم، هزار مثقال که بدهم، هزار مثقال طلا یا نقره. فبود اعطیه انفعه ما به حال کلاه ما این دی حجر، هر دو پیش من سنگه. ببین مشکل او با چی حل میشه؟ راست گفت تعارف که نکرد. بالاخره اون طلای سنگ زرده این تو نیست که فرشته باشه یا انسان باشه یا جن باشه یا گیاه باشه، که سنگ نجد احجار کریمه میدونن، یه سنگ قشنگه. قرار بگیم اما کلاهما اندی حجر اعطیه انفعهما به حاله. فرق بین زغال سنگ و طلا که نیست تو بحثای عقلی، تو هر دو جماد هم دیگه. فرمون مشکل و با هر چه حل میشه میشه. اینجا هم جاعت اقدس ایران فرمون به اینکه ما میدرسیم دیگران یکتر کافر بشن، وگرنه اینقدر به کفار میدادیم که معارج منفذه داشته باشن. سقف المنفذه و معارج علیه اکرون ولی بیوتیم عذابا و سرن علیه اکرون و زغرفا. اما به این کل داره که لما متاع حیات دنیا اینا تکاسره و ما اونی که آوردیم بر آخرتون این ربه خیر رو نداریم متقی ما کوسر رو بودیم. ما داریم نبوت توضیح میکنیم. شما میگید چرا فرون سرمایدار طائفی پیغمبر نشد یا چرا فرون سرمایدار مکی پیغمبر نشد؟ پس اون سوال بالاخره قابل تر هست. این هم جوابش برای دیگه، چون اکثری مردم که اهل تحقیق نیستن. ببینه هر دو کافره وزش بهتره، خب اینا معاذالله به طرف کفر حرکت میکنن دیگه، نمیدونن که ذات اقدس الله یه دره به چیزی سرگرم کرده. نمونه سوال دیگه که خب حالا نه سرمایدار نه، چرا در بین همه مردم این وحشیتی او رو ذات اقدس الله چرا ماها نه؟ حالا نمیدیم سرمایدار، افراد عادی اگر میتونن پیغمبر بشن چرا ماها نه؟ چه بر ما یه وقتی نه وحی نازل نمیشه؟ اگه وحی حق است، پیغمبری حق است، فرشته میاد، چه یه وقتی خود ما نمیاد؟ اون رو در سوره مبارکه انعام آیه 124 پاسخ دادن. فرمود به این که به اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. خب یه وقتی اون چیزی که بر انبیا دیگه نازل شد، این فرشته جبرئیل سلام الله علیه یا ملائکه دیگه، یه وقتی هم تو خود ما بیا ما بفهمیم وحی چه خبره. ما ایمان نمیاریم مگر اینکه برای ما هم نازل بشه چیزی که بر انبیا نازل شده است، ما هم بالاخره مزهش بچشیم. بود الله اعلم حیث یجعل رسالته. اون میدونه که وحی رو به چی بده. وحی کلید دینه، یه امضای معقول و مقبوله، یه چیزی اگر سکه قبولی خورد بعد پس فردا تشکی خلاف شد چی در میاد؟ تو جریان بشر عادی خب یه کسی مدتی مقبول بود بعد مطرود است، این محضوری نداره. تشکی خلاف شده بعد 40 سال 50 سال راهش میکنه به کم لهو من نزیم. اما معاذالله ای کسی را خدا به عنوان صاحب سمت رو معرفی کرد و مردم به عنوان دین پذیرفتن و بعد تشکیل خلاف شد چی؟ لذا ذات اقدس الله ممکن نیست این سمت کلیدی را به دست کسی بده مگر اینکه اعماق او با خبر است که او اگر هر رقوه و انصر و آلهتکم هم او را تهدید بکنند این حاضر به اینا سمت میده، چون که هیچ پیغمبر هم کشف خلاف نشده، هیچ امامی هم کشف خلاف نشده. حالا جریان هست زکریا، جریان انبیا دیگه، اینا یکی دو تا نمونه نیست. خب هر روح و انصر و آله حتی که کم خطری نیست که اون من میدارم سمت همه به کی بدن. علم میدم، شرامت میدم، اما پست نمیدم. نشونشون بعد این باور در میاد، یکی هم سامری در میاد. مگه این آدم ها کشی که بودن؟ تو سوره مبارکه مائده و اونها هم جریان بلعن با او یا بخشای دیگری جریان صاحب سامری گذشت که این آدم های بزرگی بودن. بالاخره آتیناه من آیاتنا،
فنسلخ منها فاسبه و شیطان فکانم یلغابی. خب یه دل در حد امانت میدونستن، اما این طهارتی رو که رجال مکی میدونستن غیر از طهارتی که لایم از سهول المتحرون توش در میاد، این رو امین میدونستن. یعنی اون خیانت هایی که خودشون داشته پیغمبر نداشت، اما حالا از گذشته و آینده و از اینها باخبر باشد، اینا برای اونا مطرح نبود. در جریان بعد علی با اور امسار زاله تبود به این که بطل علیهم نبر لذی آتین همون آیاتنا فمسل خباینه پوست در آمده و اتباعه و شیطان فکارم در غابه. یا جریان صابری که گفت اینی قبضت و قبضتن من اثر رسول، بعد اون بسال اخرجی را هم عندن گستدن لهو خوار، من یه آدم کشیکی بود، اگه آدم کشیکی بود که اثر فرستاده خدا را نمیدی، کرامت میده، علم فراوان میده، مثل که مال فراوان میده. تو بحث غم داشتیم از ظریف‌ترین مناجات جناب حاج عبدالله انصاری است و الهی نامش، که دانایی مهم نیست، دانا تو عالم کم نیست، ما کم بود علم نداریم. علم تو مملکت چه تو حوزه چه دانشگاه ماشاءالله فراوونه، ما دارا نداریم نه دانا. اون مراجعات خواجه عبدالله انصاری اینه که خدایا ما را دارا کن نه دانا. دانا علم دارد، دانش دارد، او همینه میگه. دارا معلوم دارد، لذا قلبش مطمئنه. الان ما مشکلاتمون تو دانشگاه و حوزه و مملکت دانایی نیست، علمی که فراوان میده، علمی که کشور اداره بکنه فراوان، ولی کرامت نیست. شما اول به دستگاه های قضایی که مراجعه بکنی صبح تا غروب این دادگستری ها پره. این پرونده ها مشکلشون بسیط الحقیقه مرون زده متعلقه نیست که اختلاف داشته باشن، که یا کیفیت تعمیر ایستگاه نیر نیست که متخصصان فنی بدونن، که تمام محورهای اصلی این پرونده ها این الفبای دینه، یا اختلاف مجر و مستجره، یا بدفروشیه، یا کمفروشیه، یا گرانفروشیه، یا کل وعده است. یعنی همین الفبای دین، یعنی چیزایی که بیان غیه، همه میدونیم بعده، همه میتونیم دلیلش هم بشه را بکنیم، آیاتش هم بکنیم، روادش هم بکنیم، هم از غیر متفقین یعنی که آیات دیگه. اگر در دولت اختلاسی هست، اگر در ملت اختلاسی هست، اگر اشوهی هست، اگر رشوهی هست، اینا مشکل علمی نیست. دانا تو مملکت الا ماشاءالله دارا کم است، یعنی که معلوم داشته باشه، یعنی کسی باور بکنه گناه سمه. و این وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که من بنابر این نیست که به علم غیب بین شما عمل بکنم. علم غیب در قیامت ظهور میشه، حالا گاهی البته برای اعجاز این کار رو میکنیم، ولی عندما اغضی بینکم بالایمان والبینات، بدانید اگر کسی بیان زوری، شاهد زوری، حرف خلافی در محکمه من گفته، به من برابر حرف خلاف او پرده پوشی کردم، اسرار رو بازگو نکردم و به سود او حکم کردم و مالی رو از محکمه برد، فکأنما قطعة من النار را میبرد. کسی اینو باور بکند میشه دارا، یعنی معلوم را دارد در جانش، در دستش باشه. و اگه کسی در درسش رو بگه، کتاب بنویسه، مقاله بنویسه، رساله بنویسه، میشه دانا نه دارا. اینی که اون آقا با گریه و مناجات میگه خدایا ما را دارا کن نه دانا. اینه تو جاهلیت نبود که پشت کلیدی را ذات اقدس الله به داراها میده، فقط الله اعلم حیثیت هر رسالته. ما به کسان سمت بدیم که اگر هیچ کسی در دنیا او رو یاری نکنه و حرف خودش بزنه. یه وقتی بود که وجود بارک پیغمبر مشمول این آیه بود، موظف بود، مأمور بود، مکلف بود، تا بود پیغمبر
گرچه مؤمنین را باید به جهاد تشویق بکنی، هر روز مؤمنین علی القتال، اما لا تکلف الا نفسک، یعنی زیر این آسمان اگر احدی تو را یاری نکرد تو با تنهایی جمع بکن. این آیه رو خوندیم که یا ایها النبی لا تکلف الا نفسک، تو با افرادی فرق میکنی. حالا برتر شده قهره و انصر و آلهت هم دیگه تو باشه، ما اینا رو میکنیم. شما میگید پیغمبری یعنی پست و سمت کلیدی خدا به شما میده، او شدنی نیست. برای که شما یه مختصر علم گیرتون آمده شدید یا بلعن در آمده یا سامری، شما میخواد در ابن وقت به شما داده بشه؟ الله اعلم و حیث و یجعر و رسالتی. خب میان اشکال سوم که چجور خدا خدایی که شما میگید نادیده نیست و ماورای طبیعت است و لا تدرک الابصار است، اینا چجور با بشر حرف میزنه، اون رو در پایان سوره مبارکه شورا مشخص کرده است. فرمود به این که حرفهای ذات اقدس اله با فرستادهاش چندین درجه دارد. آیه 51 سوره مبارکه شورا اینه که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. این ست اشکال حساب شده، نه ست جواب. بقیه دیگه اشکال نیست. بقیه شما میگید اگر نیامده بود تعجبه. این آیه قبلا بحث شد، بحث تفصیلیش هم بخواست خدا تو سوره شورا خواهد آمد که وحی الهی یعنی چه، انهای وحی چیه، درجات وحی چیه، گیرندگان وحی چند قسمن. این چه نیست ذات اقدس اله مرعی باشه یا مثلا معاذالله با هنجره سخن بگوید، نه، الفاظ ایجاد میکند، حروف ایجاد میکند و مانند آن، و انبیا از سر وحی را از ذات اقدس اله دریافت کنند. والحمدلله رب العالمین.